به نام خدا و با عرض سلام به مجموعه خبری این ساعت خوش آمدید. امروز سه‌شنبه چهارم جوزای سال 1389 هجری خورشیدی که برابر می شود با 25 می سال 2010 میلادی. در این برنامه من شکیلا فرهمن همراه با همکارانم فاطمه احمدی و ادریس جویا با شما هستیم. اما پیش از آن که به جزئیات خبرها بپردازیم، سرخط مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. تأکید معاون رئیس جمهور بر ماندن در بهسود: از موضع خود عقب نشینی نمی کنیم. کوچی ها باید مناطق تصرف کرده را ترک کنند. ادامه تلاش های رئیس جمهور برای جلب حمایت مردم از جرگه مشورتی صلح: ائتلاف عبدالله عبدالله به نتایج مثبت این جرگه شک دارد. آغاز ارزیابی ها برای یافتن دلایل مرگ و میر در کشور: سرشماری کامل جمعیت اما روشن نیست. افزایش نگرانی ها از آلودگی محیط زیست در امریکا: اگر بی پی کنار زده شود چه نهادی جایگزین شود؟ و تشدید تنش بین دو کوریا: امریکا و کوریای جنوبی به مانور نظامی برگزار می کند. برنامه خبری این ساعت را با گزارشی از وقایع مربوط به حوادث بهسود آغاز میکنیم. استاد محمد کریم خلیلی، معاون رئیس جمهور، در سومین روز سفر خود به ولسوالی های بهسود و دایمیرداد با مردم مرکز بهسود دیدار و ملاقات کرد. در این گرد همایی که صدها تن از باشندگان مرکز بهسود تجمع کرده بودند، استاد خلیلی یک بار دیگر تعهد سپرد تا زمانی که کوچی های مسلح از منطقه خارج نشوند، او از بهسود بیرون نخواهد رفت. در این گرد همایی بزرگان بهسود سفر استاد خلیلی را یک گام مثبت خوانده و خواستار تطبیق هرچی زودتر فرمان رئیس جمهور شدند. از سوی دیگر سفر معاون رئیس جمهور به مناطق بحران زده میدان وردک واکنش های متفاوت را در کابل در پی داشته است. صبغت الله مجددی، رئیس مشران جرگه، امروز واکنش به اقدام معاون رئیس جمهور حرکت او را اختلاف برانگیز قلمداد کرده است. مجددی در جلسه مشران جرگه سفر معاون رئیس جمهور به ولسوالی های بهسود و دایمیرداد را عامل اختلاف بین اقوام و نمایندگان دولت خواندند. وحید عمر، سخنگوی رئیس جمهور، امروز در یک نشست خبری اعلام کرد که آقای کرزی در جریان این هفته و هفته آینده مصروف سر و سامان دادن به جرگه مشورتی صلح است. او میگوید که تمامی تلاش ها ادامه دارد تا صدای مردم افغانستان در این جرگه شنیده شود. سخنگوی رئیس جمهور کرزی گفت که گروه های مخالف سیاسی نباید از همین حالا نتایج مثبت این جرگه را زیر سوال ببرند و با سرنوشت مردم بازی کنند. در گزارش حمید فهیم شرح گفته های سخنگوی رئیس جمهور را دنبال میکنیم. این جرگه نماینده از مردم افغانستان خواهد بود. جرگه مشورتی صلح که سر و صدای آن ماها پیش بلند شده بود و چند بار هم به تعویق افتاد، بالاخره تصمیم بر آن شده تا هفته آینده برگزار شود. سخنگوی رئیس جمهور امروز اعلام کرد که آقای کرزی در این هفته و هفته آینده شدیداً مصروف جلب حمایت مردم جهت اشتراک به جرگه کابل است. او میگوید در این جرگه از هیچ گروه مسلح دعوت نشده و هم در این جرگه هیچ گونه مذاکره با کسی صورت نمیگیرد، بلکه مردم در این جرگه دعوت شدند تا دیدگاه‌هایشان را برای آوردن صلح بیان کنند. وحید عمر میگوید برای رئیس جمهور کرزی فوق‌العاده مهم است که در این جرگه مردم به دولت مشوره دهند که چی گونه و با چه کسانی مذاکرات صلح انجام شود. مردم افغانستان در جرگه مشورتی صلح گرد هم میان تا به حکومت بگویند که برنامه‌شان برای صلح برای مردم افغانستان یا قابل قبول هست و یا هم قابل قبول نیست، و اگر قابل قبول هست حکومت تحت چه شیوه و مکانیزمی باید این برنامه را به پیش ببره و با کیها حکومت میتونه که مصالحه و مذاکره بکنه، با کیها حکومت نمیتونه که مصالحه و مذاکره بکنه. یعنی تمام پروسه صلح و مذاکره را رئیس جمهور افغانستان به پیشگاه مردم افغانستان تقدیم میکنه تا ای که مردم افغانستان این تصمیم بگیرن. با این حال اشتراک مردم در این جرگه و کاری که این جرگه انجام خواهد داد، حالا با شک و تردیدهای گروه سیاسی مخالف آقای کرزی روبرو شده است. سخنگوی عبدالله عبدالله امروز در یک نشست خبری گفت: از ائتلاف ما در جرگه دعوت نشده و ما هم در این جرگه شرکت نمی کنیم.
فضل سانچراکی گفت ما آماده بودیم با طرحهای مشخص وارد جرگه مشورتی صلح شویم. او مدعی شد که جرگه مشورتی صلح کابل یک جرگه دولتی است تا مردمی، اما وید عمر به این اظهارات شدیداً واکنش نشان داد. او گفت مخالفان سیاسی حکومت نباید پیش از پیش قضاوت کنند و نتایج کار این جرگه را زیر سوال ببرند. آقای عمر گفت هنوز دعوتنامه برای اشتراک در جرگه به هیچ کس ارسال نشده و اگر هم یک شخص دعوت نشده موضوع زیاد مهم نیست. اگر یک شخص از یک جریان سیاسی دعوت نشده، ما فکر میکنم که اشخاص مؤثر در جریان سیاسی افغانستان به شمول رهبرا و اینا دعوت شدن، و یا اگر از کدام ائتلاف کدام فرد دعوت نشده، ما فکر میکنم یو قدر موضوع بسیار مهم هم نیست، ولی تلاش خواهد شد تا ای که به هر اندازه‌ای که امکان داره. این جرگه در حدود 1600 نفر عضو داره و تمام افغان‌ها در این حضور نخواهد داشتن، ولی کسای حضور خواهد داشتن تا بتوانن عد اعظم از افغان‌ها و از اقشار و اصناف مختلف افغانستان نمایندگی کرده بتوانن. در این حال وید عمر گفت در 13 یا 14 بخش مردم به جرگه مشورتی صلح دعوت شده که 20% سهم زنان نیز در نظر گرفته شده است. حکومت که خوشبین است این جرگه با جوشش مردمی برگزار خواهد شد، اما معلوم نیست که آیا این جرگه نظریات واقعی مردم را در رابطه با مذاکرات صلح با مخالفان مسلح دولت فراهم خواهد کرد. همون طور که در آغاز گفتیم، سفر معاون رئیس جمهور به مناطق بحران زده میدان وردک واکنش‌های متفاوت را در کابل در پی داشت است. اما در ارتباط به اظهارات رئیس مشران جرگه، قربان علی فصیحی سخنگوی استاد خلیلی را در ارتباط مستقیم با خود داریم. آقای فصیحی صدای ما را دارین؟ بله، آقای فصیحی، رئیس مشران جرگه گفته که معاون رئیس جمهور به عنوان نماینده دولت به منطقه رفته. توضیحات شما در این باره چی است؟ تشکر. برای ارتباط خدمت شما عرض بکنم که سفر معاون رئیس جمهور جناب استاد خلیلی در مناطق بازرگاد بهشود سفر رسمی و به امر رئیس جمهور نه، بلکه از تصمیم شخصی از طرف خودشان هست که در شرایط که مردم را دچار مشکل شدید دیدن و کوچه ها برای اخراج از منطقه مجاز میکردن و تعمیل هایی هم در سطح دولت وجود داشت، شخصا استاد خلیلی تصمیم گرفت تا در منطقه در کنار مردم بیاید و جلوی پیشرفت کوچه ها و توسعه فاجعه را در منطقه بگیرد. تصمیم شخصی بوده و این اظهارات متاسفانه اظهارات دقیق و حساب شده نیست، اظهارات درست نمیشه. بله آقای فصیحی، به نظر شما تأثیرات سفر استاد خلیلی به منطقه چی است؟ تأثیرات سفر استاد خلیلی در منطقه؟ بله یک چیز واضح هست که اینجا وضعیت با آمدن کوچه ها در مناطق بایمرداد، تیزاد و بهسود بسیار بحرانی شده بود. مردم هم بسیار فرایشان بودن و می دانند که با آواره شدن بیش از 3000 خانوار یک فاجعه عمیقی در منطقه رخ داد. خانه ها را آتش دادن، تعداد هم شهید شدن و تعداد هم به اسارت رفتن، خانه های مردم را به یغما بردن. با وضعیتی پیش آمده در اینجا مردم بسیار سراسیمه و پریشان بودن از یک طرف، و از طرف دیگر بیم از این رفت که بحران توسعه پیدا بکنه. به این خاطر آمدن استاد خلیلی و تأثیراتش در اینجا حداقل چند نکته بسیار واضح است، اول اینکه برای مردم یک امیدی پیدا شده در ازی که میشه قضیه حل شده، در روزهای آینده یک امید و اطمینان پیدا شدن برای مردم، و مسئله دیگه اینکه جلوی توسعه بحران در اینجا گرفته شده. در سطح دولت هم تلاش‌های جدی برای ازی هست که قناعت کوچه ها را برای اخراج هرچه آجیل بگیره و جلوی بحران گرفته شده. زمینه برگشت مهاجرین و آواره شده های مناطق بایمرداد، تیزاد و سجاد فراهم شده. بله آقای فصیحی، شما چه فکر میکنین که چرا آقای مجددی سفر معاون رئیس جمهور اختلاف برانگیز خوانده؟ ما فکر میکنم که در این قضیه اول این اظهارات